سلام به همه دوستای باصفا و رفقای بامرام. میگم این روزا که بدبختی از سر و کول عزی بالا میره، حرفای نامزدای مسخره بازار انتخاباتی عزی به موش کافیش میارزه. ملاحظه کنین. قرار نبود بسیاری از شما مردم نگران گذران زندگی خود باشید. قرار نبود بسیاری از شما جوانان با ناامیدی دست و پنجه نرم کنید. قرار نبود نفرت، بدبینی و اتهام زنی سکه رایج روزگار باشد. قرار نبود فساد و فاسدان ساختارها و سازمانها را نشانه گیرند. قرار نبود سیاست بر دیانت مقدم شود و اخلاق رام قدرت گردد. امروز نتیجه رضایت بخش نیست و روشن است که کشور در شرایط پیچیده و مردم در وضعیت سختی قرار دارند. حال ایران خوب نیست. تا نتوانیم از این واقعیت تلخ پرده برداری کنیم و درک درستی از چرایی مسائل پیدا کنیم، در بر همان پاشنه میچرخد. نمیشه ما شعار بدیم، شعار عدالت هم بدیم، سر سفره رنگین بنشینیم. اشرافیگری تا خیر خیره گرفته، هنوز هم بعضی آدم نشدن از جیب خلق الله. ده بیا، هر کی میاد میگه من آنم که اوضاع خیلی داغون و خرتوخره. انگار نه انگار که 40 و چند سال تو این نظام نکبتی کاری بودن، اما ببینیم بین خودیاشون به این مسخره بازیات چیا میگن. یک دست کت و شلوار آراسته، چند قدم آهسته، چرخاندن شناسنامه و چند فلاش دوربین. تمام. نه از برنامه منسجم میگویند، نه از اعضای مؤثر کابینه احتمالیشان. نام اینها هرچه باشد، سیاست ورزی و انتخابات نیست. وا بیلا، خب شعبد انتخابات یعنی همین دیگه. حالا ببینیم آخون زنبوری از چی میناله و جلز و ولز میکنه. بناله ببینیم یارو. الان ما در شرایطی نیستیم که روز شکدار بگیریم، در شرایطی نیستیم که هندوانه دربسته بخریم. امروز گذشته افراد رو باید ببینیم. کسانی سکان اجرایی کشور رو به دست بگیرن، رهبری نفس راحتی بکشن، رهبری در چالش با کسانی که سکان اداره کشور رو به دست میگیرن نباشد. چون رئیس جمهور یه چیزی میخواهد، چون رئیس جمهور قهر و ناز میکند، چون رئیس جمهور فشار از پایین چانه‌زنی از بالا رو دنبال میکند، چون رئیس جمهور اهداف خودش رو میخواد تعقیب کند. به 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 این میگن گیر کردن سر گاو ولایت تو خمره نمایش انتخابات تحمیلی، که نه راه پیش داره نه راه پس. دوستان رفقا عزت زیاد.